در گذشته های دور انبیا در کتاب مقدس نوشتند که خدا مسیح را خواهد فرستاد تا گناهکاران را نجات بخشد و ایشان را با خدا آشتی دهد. زندگی عیسی نشان می‌دهد که او به راستی نجات دهنده است که خدا وعده‌اش را داده بود. اشعیا نوشته باکره‌ای آبستن خواهد شد و پسری خواهد زایید. همین طور هم شد. خدا با قدرت خود کاری کرد که مریم زمانی که هنوز باکره بود آبستن شود و عیسی را به دنیا بیاورد. در کتاب مقدس نوشته شده بود که معجزه تولد او نشانه الهی بود بر اینکه این کودک همان مسیح است، همان که خدا پسر خود نامیده بود. مردم در عیسی طبیعت و قدرت خدا را می‌دیدند. او بیماران را شفا می‌داد، گناهانشان را می‌بخشید و وعده می‌داد که ایشان را به پادشاهی ابدی خود بپذیرد. عیسی جان خود را قربانی کرد و به جای همه بشر متحمل مجازات شد. بعد از آن او باز زنده شد و نشان داد که قدرتش از قدرت مرگ برتر است. عیسی آن مسیح موعود فرمود: قدرت دارم جان خود را بدهم و قدرت دارم آن را باز پس گیرم. زندگی عیسی نوشته های انبیا را تحقق بخشید و تأیید کرد که کلام مقدس خدا همان گونه که انبیا گفته بودند بدون خطا و ابدی است. عیسی نیز فرمود: سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت. عیسی آمد تا به ما حیات ببخشد، حیات در کمالش، درست مانند زمانی که خدا نخستین مرد و زن را آفرید. اما ایشان به خدا اعتماد نکردند و نافرمان شدند. این عمل شرم‌آور ایشان را از خدا جدا ساخت. در کتاب مقدس آمده که همه انسان‌ها گناه کردند و نتیجه گناه مرگ است، به این معنی که گناهکاران نمی‌توانند با خدا رفاقت داشته باشند. اما همانطور که خدا قوچی تدارک دید تا به جای پسر ابراهیم بمیرد، عیسی را نیز فرستاد تا به جای نسل‌های آدم بمیرد. او چنین کرد تا هر که به عیسی ایمان آورد و توکل کند بتواند به حضور خدا راه یابد. بنابراین پیروان عیسی از مجازات جهنم رهایی می‌یابند و تا ابد با خدا زندگی خواهند کرد. وقتی عیسی پس از مرگ زنده شد، به پیروان خود فرمود: مردم به نام من به تمام ملت‌ها اعلام خواهند کرد که خدا گناهان کسانی را که توبه و بازگشت کنند خواهد بخشید. همچنین عیسی فرمود که روح القدس را خواهد فرستاد تا با پیروانش باشد و راستی را به آنها نشان دهد و قدرت بدهد تا راه خدا را پیروی کنند. وقتی آن زن گناهکار توبه کرد و شروع به پیروی از عیسی نمود، عیسی به او فرمود: گناهانت بخشیده شد، ایمانت به من تو را رستگار ساخته است. عیسی فرمود که محبت راستین انسان به خدا نشانه این است که خدا گناهانش را بخشیده است. عیسی مسیح از مردم خواست او را پیروی کنند. آنانی که تصمیم می‌گیرند پیرو او گردند، می‌توانند با بیان این کلمات رابطه خود را با او آغاز کنند. خداوندا، تو مقدس و متعال هستی. سپاسگزارم که مرا دوست داری. غمگینم که از احکام تو سرپیچی کردم و در حق تو گناه ورزیدم. سپاسگزارم که عیسی را فرستادی تا بر صلیب به جای من بمیرد و اینکه او باز زنده شد. سپاس که او مجازات گناه را که من سزاوارش بودم بر خود گرفت. من می‌خواهم راه تو را پیروی کنم و عیسی را نجات دهنده و سرورم بسازم. سپاس که گناهانم را بخشیدی و راه را گشودی تا به حضور تو بیایم و تا ابد در پادشاهیت با تو باشم. استدعا دارم که روح القدست را به من ارزانی بداری تا با من باشد و راه تو را به من نشان دهد. باشد که او مرا قوت بخشد تا تو را با تمامی دل خود دوست بدارم و زندگیم مورد پسند تو باشد. آمین. عیسی درباره پیروانش فرمود: گوسفندان من صدای مرا می شنوند. من آنها را می شناسم و ایشان به دنبال من می آیند. پیروان عیسی گرد هم می آیند و هر روز با او راز و نیاز کرده
تعالیمش را از کتاب مقدس می‌خوانند و می‌کوشند از او سرمشق گرفته او را به دیگران معرفی کنند. عیسی آنها را با روح القدس که در دل آنهاست هدایت کرده قدرت می‌بخشد. عیسی پیش از صعودش به آسمان فرمود: خداوند تمامی قدرت را در آسمان و بر زمین به من داده است. این را یقین بدانید، من همواره با شما هستم تا پایان جهان.